مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، چه هنرمند بزرگی، از بزرگان عرصه سینما، از اساتید بزرگ چهره پردازی، خوش اخلاق، دوست داشتنی، حرفه‌ای، استاد جلال الدین معیریان. خیلی خوش آمدیم، خیلی خوش آمدیم، بفرم، خیلی خوش آمدیم، بفرم. بعضی شبا انرژیشون کمه، اشکال نداره، بفرم. خیلی خوش آمدیم، تشکر. بفرمی، استدعا میکنم، بفرمی. اگر برای شروع مطلبی هست، سلام علیکی هست، بفرمی. عرض ادب دارم خدمت همگی شما و امیدوارم سعادت و سلامتی مهمونتون باشه همیشه. مطلبی نداریم که؟ بله بله، چشم. من سوالای کوتاه میپرسم، جوابای کوتاه، که بتونیم به همه سوالها برسیم. استاد معیریان از بزرگان عرصه گریم و چهره پردازی در تاریخ سینما تلویزیون کشورمون هستند و امشب خیلی به ما افتخار دادن که تشریف آوردن. حسابدار بودین در ارتش؟ بله. و چی شد که گریم اتفاق افتاد؟ من از بدو شروع کارم عاشق نقاشی بودم. نقاشی مجسمه سازی. بر حسب تصادف گذرم افتاد به دانشکده هنرهای دراماتیک و اونجا با استاد نصرت الله کریمی آشنا شدم، استاد گریم. و رفتار این استاد به گونه‌ای بود که منو بیشتر عاشق کارم کرد و وارد حرفه گریم شدم. و مادر در کودکی شما رو با خطاطی و نقاشی آشنا کردن؟ بله، در اصل مشوق من و عاملی که منو به سمت گریم کشون مرحوم مادرم بود. ایشون به شدت به نقاشی علاقه داشت، به شدت به خط اعتقاد داشت. بله. و معتقد بود که باید خط رو تربیت کرد. بله. و همین باعث شد که یواش یواش به سمت نقاشی و کار هنری. بله. دیگری مثل مجسمه سازی و کارهای دیگر هنری، ساختن مجسمه‌های کوچیک. که مجسمه پدر رو هم ساختین؟ قدیم خونه ها کاغلی بود پشتبونش، بزرگ و کاغلی. شبی باران شدید اومده بود، مادرم گفتش که جلال برو این سوراخ‌هایی که به وجود اومده سر پشتبون اینا رو بگیر. بچه بودم، نهایت 6 سال 7 سال. خب رفتم یه سطل برداشتم، گچ ریختم توش، دوغاب درست کردم که برم بریزم تو این سوراخ‌ها. رفتم اونجا، گچه رو که بردم بالا به بازیگوشی پرداختم و این گچه خودشو گرفت و من موندم حالا چی کارش کنم. برگردوندم با سرعت سطل آشغال، گل و گچه گذاشتم رو پشت بون، جمع شد این خود سطله، مجسمه شد. رفتم پایین و عکس پدرم آوردم گذاشتم جلو و شروع کردم با کاردک این گچ رو تراشیدم. ساعت‌ها می‌گذشت و من حالیم نبود. مرحوم مادرم بعد از اینکه 2 ساعت دیده بود من نیستم، اومده بود بالا، دیده بود که علاوه بر خودم مرحوم پدرم هم مجسمه‌ش اونجاست. گفت تو چیکار کردی؟ گفتم هیچی، این گچه خودشو گرفت، شکل سطل بود، منم اومدم اینو که تبدیلش کنم به بابام. البته اینجا مادر خوشحال، خیلی خوشحال شد، مجسمه رو برداشت برد مدرسه. بله. و سر صف مطرح کردن و من گفتم حالا تنبیه هم میشم. گفتش که مدیرمون گفتش که به پاس این هنرنمایی حالا یک مداد رنگی به جایزه میدم. از این مدادهای دو رنگ بود، یه طرف آبی یه طرف قرمز، و اونم جایزه من شد و تشویق. و در کودکی شیطان و شیطان، یعنی فقط شیطان بودین؟ خدا نکنه. یعنی شیطون بودین؟ شیطونم نه، کاری نمی کردم. وقتی مثلا جای دوستم
سوزن میذاشتم. آها این کار نمیکردیم. شیطنت های کودکانه. خب دیگه چی کار میکنی جز این کار خیلی لطیف؟ چی بگم؟ راحت باشین خودی هم. من بیشترین اذیت، اذیت که نه بابا، دو شوخی دوستانه برای روابط صمیمانه تر، یعنی صمیمی تر می شدن بعد این سوزن آباد. بالاخره من رفتم همین چند وقت پیش بعد از فوت استاد معلم رفتم به اشتزارا و به اتفاق خواهرزادم وارد شدم، دم این مرحوم در واقع کسی که فوت کرده من خیلی اذیتش کردم، نگاه کنم خود اینه که من اذیت کردم چجوری ازش عذرخواهی کنم. رفتم قبر بعدی دیدم خیلی این جمشید اسماعیل خانی رو اذیت کردم، هفت ربش رو در بردم، خدا رحمتش کنه. رفتم قبر بعدی دیدم که باز دوباره یکی از هنرمندان بزرگ که خیلی سر به سرش گذاشتم، صمیمی شدیم. وای به حال اون کسی که با من رفیق بشه. همه رو اذیت میکنم. چه سالی به طور حرفه‌ای شروع به این کار شد در گریم؟ یعنی گریم بعد از تیه دانشکده، به محصی که پایان دانشکده بود اومدم واحد گریم تلویزیون، کنکور دادم و قبول شدم و شدم گریم مور. و اولین بازیگری که گریم کردین؟ سعید پورصمیمی در نقش میرنصیر و قول نگونبخت. یه تئاتر بود، میرنصیر و قول نگونبخت، که قبل از اینکه من برم در کاشان فیلم برداری میشد. اول قبل از اینکه برم کاشان اولین کار بود دیگه. بله. نتیجتاً دلواپسی داشتم و نشستم فکر و بزرگترین اشکال گریم این بود که ما میومدیم شما رو میدیدیم میگونیم یه سیبیل بذار، این قشنگ نمیشه بدون مطالعه. این بود که من پل خودم فکرم قول نگونبخت و میرنصیر سناریو رو هم ندادن، هیچی هم معلوم نیست. من خب قول باید خیلی گنده باشه دیگه، قول خیلی درشته و میرنصیر هم یه پیرمردی باید باشه. رفتیم دیدیم قولمون میرنصیره، کوچولوه. آره کوچیکه، اصلا بهش نمیخورد قول. اون قول حمید طاعتی میرنصیر بود انقدر. اون نه، اون آدم معمولی. بالاخره با هر بدبختی بود میرنصیر رو و قول رو ساختم و اولین کاری بود که در کاشان انجام شد. بله، نام آقای پورصمیمی اومد که دعوت میکنیم مهمان برنامه ما باشه. و سخت‌ترین گریمی که تا حالا انجام دادین؟ سخت‌ترین گریم؟ روی صورت کدام بازیگر بود؟ والا من اکثر گریمایی که کردم با ایمان و اعتقاد بوده، یعنی نبود که بگیم، اصلا باورم نمیشه که یه صورتی سخت باشه برای گریم یه صورتی راحت. بله. خب میشه گفت سخت ترین گریمی که انجام دادم سربدارم بود، توقای. بله. توقای برای من، البته حالا ممکنه یه نقش توقای. بله. یه دو ممکن فکر کنم هزار داستان، و هزار داستان گوشه از تاریخ و یا به شکلی شباهت تاریخی داره و این برای من سخت، میرفتم مطالعه میکنم تا سخت نبود. اما برای کسانی که میرنصیر، خود میرنصیر، بله، یا فیلم های دیگه، شخصیت های دیگه، اینا احتیاج به فکر داشت. سربداران توقای رو باید بسازن، توقای نه سنگ نوشته ای داشتیم نه بله. بیوگرافی. نتیجتا من برای پیدا کردن شخصیت سر توقای خیلی مطالعه زیادی این ور اون ور کردم و بالاخره تونستم انجام بدم. و چه کارهای درخشانی، همه کارهاتون درخشان بوده، ولی خب خیلی ها مثل همین سربداران، مثل فیلم کمال الملک. بله. یکی از درخشان ترین کارهای شماست، یکی از کارهایی که خیلی علاقه داشتم. مرگ یزدگرد آقای بیضایی. بله. و فیلم سرب آقای کیمیایی. شما بیشتر اطلاع دارید. یادم میده
سن رفته بالا و فراموش میکنم. بله. فرمودین که در رابطه با همین نقش طغای که هیچ گذشته و پیشینه ازش وجود نداشته که شما چهره ای ازشون ببینید. نه نداشت. و خیلی شخصیت های تاریخی هستن که تصویری ازشون وجود نداره. برای این جور موارد چه میکنید؟ خب یه مسئله هست که اولا نگاه میکنید به کدوم قسمت از تاریخ بله. ارتباط داره و شخصیت ها، حالا حتما طغای نه بله. شخصیت هایی که در اون دوره میزیستن بله. اینا رو طراحی میکنم رو عکس. عکس شما رو مثلا میگیرم روی اون عکس طراحی میکنم و میدم دست مجری. حتی نگفته نمونه. این طراحی روی عکس برای اولین بار در ایران توسط خود من انجام شد. و این طراحی این بود که من میدیدم هر هنرپیشه میاد اگه سیبیلی داره سیبیلش رو میگیم بتراشید. شخصیت چیه بدون که مطالعه باشه. یا مثلا اگر فرض کنید سیبیل نداشت میگویدیم بچسبونیم، یا سیبیل بچسبونیم، یا سیبیل بذاریم، یا موی سر رو بی خود کوتاه کنیم، یا موی سر، یعنی بی ربط بود. من نگاه کردم یه مهندس ساختمان، یک معمار تا نقشه رو نکشه و ارائه نده به صاحب ملک، خب دست به ساختن نمیزنه. ما میاییم همینطوری کار میکنیم. یادش به خیر استاد عزت الله انتظامی، داشتم نگاهش میکردم برای که شخصیتی رو ایجاد کنم، هی نگاه کردم و این ور اون ور و چیه، من میخوام یک تست بزنم. و چجوری؟ گفت تست میزنم. آخه تو نه مطالعه کردی، نه میشناسی، نه هیچی، آخه توبه، حالا تو دیگه میخوای تست گیری من بزن. پاشو بر بگی بشین تست بزن، اما مجری بذارم به اون مجری، خودت بشین کارتو اجرا کن و از این بازی ها دست بردار. خب آقای کریمی، آقای انتظامی اینو به من گفتن، گفتن این شخصیت. گفتش که خب مثلا تو با نگاه کردن من چی فهمیدی؟ این شخصیت رو آنالیز کردی، تجزیه تحلیل کردی و حالا میخوای بابای من داری دست بزن بالا. بله از فردا من میرم جلو رو سن راه میرم، یه جوانی هم میارم دنبال خودم، میگم ببین من چه جور راه میرم، تو هم همون جور راه برو، من چی کار میکنم تو هم همون کار. بعد میگم بنویسید طراح عزت الله انتظامی. گفتم قرارداد من اینه. بالاخره کارگردان اومد توصیه کرد که این گریم برای ایشون کوچیکه و البته این نبود، شما اجازه بدید که ایشون کار خودشو بکنه. گفتم اصلا میخوای چی کار کنی؟ گفتم ببینید موهای اینجا رستنگاه موی شما جلوه، این جلوه، اینجا درشته، در نتیجه این صورت رو دفرمه، یه فرم خاص میکنه. اینی که یعنی اینا رو بزنم، یعنی با یه نگاه کردن و فکر کردن و تجزیه تحلیل کردن شخصیت بازیگر به یه نقشی رسیدم که البته خوبم شد. بسیار بله. عاشق شدین؟ بله. چند تا بعد جور نگاه میکنم. نه یه فکر کوچیک قبلش کردین گفتین بله. قبلش فکر کردین آخه. نه برای عاشق شدم؟ بله. من اگه عاشق نشده بودم گیریمور نبودم. 75 سال؟ بله. نه منظورم عشق خودمونیه. عشق چرا؟ البته عاشق خیلی شدم. منتها خوب قرار نیست آدم هر کی عاشق شد دست مثل کنه بچسبه به اون طرف مقابل. نهایتا بین اونایی که عاشق شدم خانمم رو انتخاب، یعنی اون قبول کرد. سه فرزند؟ سه تا فرزند، دو تا پسر، یه دختر که دخترم آخریه. و اینم بهتون بگم، ما تا زمانی که دو تا پسر داشتم معنی پدر بودن رو نمیفهمیدم، نه اینکه بی معرفت باشم، من همیشه ماموریت داشتم، شما میدونید دائما از سر این فیلم به اون فیلم، از اون فیلم به اون فیلم،
و هر فیلمی هم یهو ممکنه 3 سال طول بکشه، 2 سال شهرستان باشیم. این بود که مرتب در معمولیت بودم و بچه‌مو نمی‌دیدم، بچه‌ها رو. همچی که برای تولد این بچه ناچار شدم بگم که من میرم تهران، خانمم بار حمل داره. گفتش که برو. برو که به این سادگی من تنبیه شدم. بله. اومدم دیدم که رفت خانم بیمارستانه. رفتیم بیمارستان، گفتم که چی شد؟ یه بچه عروسک آوردن کوچولو موچولو، من بهش میدادم 5 توپل مپل. این که دیدم گفتم که این خدا به بچه داده، این دختر داده. واقعا همون موقع میگید عاشق شدن، اونجا عاشق شدم، عاشق دخترم. بچه بدبختی کشیدیم تا بتونیم بیایم بیمارستان و مسائل رو حل کنیم. و بچه ها تو کار گیری من؟ بچه های من یکیشون لیسانس هنر نقاشی شد. بله. یکیشون گرافیست و مجسمه سازه. بله. که الان عکس ها پلوشونه. بیتا هم فوق لیسانس بازیگری. بله. و بازیگر. بسیار. البته ایشون موسیقی دانه و هنر موسیقی رو دنبال کرده. بسیار عالی. یه فایل صوتی داریم با هم بشنویم. بابا سلام، موقعشه که منم ازت تشکر حسابی کرده باشم. اگر تو زمینه گیریم چیزی یاد گرفتم، از دسته هنرمند تو بوده که به ما رسیده. اگر تو زندگیم به جای رسیده باشم، اونم تو بودی که به من یاد دادی. ممنونم از تمام چیزایی که به همون دادی و ممنون از این که با همون هستی. ممنون لطفا هست. همیشه کمکمون کن. مرسی. خدا نگهتون داره همه تون. این پسر بزرگم بود که از مدتی که من کلاس‌های آموزشی رو شروع کردم مدرسه‌مو، یکی از مدرسین رشته گیریم ایشون بود. بله. و چون من البته که خودم هستم، ولی بله. چون خسته میشم اخیراً کمک میکنن، و هم این هم پسر کوچیکم که مجسمه سازه و برای موزه عبرت خیلی بله. مجسمه ساخته. دخترم هم که دیدید همراه هم مدد بله. دنبالم با مواد بابا بخور زمین دیگه میرسه همینه دیگه، یه جای دیگه جوانید و میتازیم یه موقع دیگه پا بسنید. اگر که بگم یه مدتیه که کمکارتر شدین در سینما یا تلویزیون، درست گفتم؟ و بیشتر به تدریس میپردازیم. بله، بزرگترین کار آموزشه. بله. من خوب یک ریمور پرکار و صدها فیلم و سریال کار کردم، و این بدبختی اینه که سعادت اینو پیدا نکردم با آقای رو مدیری همکاری کنم. کم سعادتی من نخواستن منو. کم سعادت من اختیار داری نفر مونی. واقعا میگم ما این دست خودم نیست که بگیم چه با آقای مدیری چرا کار نکرد. خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم قبول دارم، یعنی بی‌تعارف. ولی خب سعادت یاری نکرد. کم سعادتی من بود. با تمام میشه گفت تمام بزرگان سینما، کارگردان ها، فیلم بردار ها کار کردم. سریال های بسیار بزرگی کار کردم، یعنی بزرگترین سریال های تلویزیون از 1000 داستان بگیری تا سربداران، تا کوچک جنگلی، مرغ حق، رعنا و سریال های بسیار بسیار پر ارزش. بعد از مدتی مشکل ما این شد، قرارداد میبندم، میرم دعوت هم میکنن، قرارداد رو میبندم بدونی که بگم مثلا حالا چقدر به من بدید یا ندید، یعنی خدایی برای پول کار نکردم. میشستم سناریو تا تخوای سناریو خوندن این بله. نیست که یک کتاب بخونم، تجزیه تحلیل سناریو، همه کار رو درست میکردم، عوامل اجرایی رو استخدام میکنم. الان در خدمت شما آقای مصطفی، بله. خانم جودت، خیلی هستن. هم در رسیدم همه دیدم از عزیزانی هم که تحت تعلیم بودن. بله. بالاخره من شروع کردم به قرارداد بستن، و به حساب که انقدر در ماه ما بر اساس قراردادی که من دیم به بچه ها باید حقوق بدیم، بله. وسیله بخریم، همه کار. بعد میام همه پولا رو خرجار من دادم
پول خبری نیست، قرارداد بی قرارداد نمیگن، نه ها خیلی احترام قائل، نمیگن نداریم. و نتیجتا میگم خب چه کاریه من بیام هزینه بکنم، بچه ها رو باید زحمت بندازم و بعد نتیجهش هم هیچ. این بود که اقدام کردم به همون آموزش خودم. من از سال 1351 آموزش گریم رو در مؤسسه خودم شروع کردم و صدها هنرجو تربیت کردم و این عزیزان خوشبختم که همشون میتونم بگم اکثریت دستم در کارم و با شخصیت های کار میکنن که افتخار داره بر کار کردم باشون، واقع میگم. و حالا اونام که پول نداشتن نداشتن بله. من دادم. قدرتون رو میدونیم قلبن، برای اینکه کسی که استادی که این همه شاگرد در طول این همه سال تربیت کرده باشه واقعا خیلی خیلی با ارزش است، زبان قاصر از گفتنش. از چهره آدم ها میشه به درونشون پی برد، این جمله درستیه؟ کاملا. اتفاقا این توصیه برای خانوما بفرم، آقایون هم همینطور. ببینید شما اگر اخم کنید اون در واقع حالت اخم تو چهرهتون پیدا میشه. یه نفر که میخواد بره بدنش رو ورزیده کنه میره باشگاه، هی اینطوری کن اینطوری کن تا عضلات شکل بگیره. آیا عضلایی که اینجوری اخمه افاده است آیا اینا شکل نمیگیره؟ هر اتفاقی در چهرهتون بیفته این چهره زیبایی که الان دارید تحت تأثیر درونتون و احساستون میتونه به مراتب زیباتر بشه، میتونه کاملا خراب بشه. یعنی یه موجودی که به متولد شده زشت نیست، به مرور زشت میشه، خودمون کردیم. میتونیم جلوشو بگیریم، درونمون رو اصلاح کنیم، اخلاق و رفتار خوب، خیرخواه بودن، با معرفت بودن، اینا خیلی مهمه در چهره. یعنی اصلا یکی از خطوط چهرخانی، یعنی واحدهای چهرخانی، خطوط صورت، عضلات صورت. و این من توصیه میکنم میشه که بچه ها درونتون رو زیبا کنید تا زشت نشید در آینده. بله، با کارگردان‌های بزرگ تاریخ سینمای ما شما کار کردین. میتونید، البته این سوال سختیه، ولی بگید مثلا شاید بهترینشون با بهترین کارگردانی که کار کردین کدوم بوده، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ تسلطش بر اسم. ممکنه یادم نباشه، یعنی واقعا فراموش میشد. شما با مرحوم علی حاتمی، با آقای کیمیایی، با آقای مهرجویی فیلم سارا، بهتر اینجوری کامپیوتر، با آقای جوزانی، با آقای مرحوم ملا قلی‌پور، میتونید بگید که من مثلا کار با فرض کنید یکی از اینا رو بیشتر از بقیه دوست داشتم؟ به طب یکی از اینا، همشون عالی، یعنی من از هیچ کدوم اینو تا حالا نرنجیدم، خدا شاهده یکی از یکی بهترم. منطقه بعضی ها که خیلی تأثیر گذارن و کارشون هم ایداله، عموم میپسندن، کل میپسندن. در نچه خب علی حاتمی خدا بیامرز یکی از اون شخصیت هاست که حالا مرحوم هم شده ولی خیلی کارگردان خوبی بود. در نسل جدیدمون گریمورهای خوب داریم؟ بله، ولی کمن؟ خیلی کم. کمن. ببینید علت هم داره. گریم در واقع پایش آرایشه، مادرش آرایش، و آرایش امریه که اصلا شناخته نشده. یعنی به جایی که آرایش کنیم جن بوداده درست میکنه. حالا ابروی خانوم برمیده مربع مستطیل، یه ابرو چهار گوش اینجا، یه دماغ اینطوری، جراحی، لب تزریق شده دور از جون مثل شطور. در این حال من باید گریم درس بدم، باید زیبایی درس بدم، چیکارش کنیم؟ همه گیرم شده، علت هم واضحه.
مثلا فرض بفهمید فلان آرایشگری که خوب پول میگیره میاد یک کار بلدم نیست، یک کار عجق و عجق میکنه و این حالا ادعا میکنه که آرایشگرم چقدر دادم؟ 5 میلیون برای یک جلسه. خب این دکون باز کرده و مردم هم نمیدن. حالا میام سر کلاس میگم که ابروی مناسب باید با ابعاد صورت، با رنگ چشم، با غیره غیره باید هماهنگی داشته باشه. نه، معیریان قدیمی فکر میکنه، آرایش های عهد دقیانوس رو میخواد بگه، سایه های هفت رنگ پشت چشم. بابا این حرفا چیه؟ زیبایی صورت تعادل، تناسب، هماهنگی، هارمونی، گاهی هم تقارن. نباید چون ابروی فرض کنی یه ابرو بالاست یه ابرو پایین، یکیشو بتراشیم یکیشو تزریق کنیم. این کار غلطیه و کار من واقعا سخت نافت درک این مطالب برای بچه ها یه مقدار مشکلی و تابع زمان میشه و اون چی که هست. ولی من از موقعی که هر هنرجوی میاد توی پیش خودم تمام اصول زیبایی رو مطرح میکنم. بله. و یه نکته هم دارم، میگم اول یک چهره متناسب بساز، بعد برو دنبال شخصیت سازی و کاراکتر سازی. تتو نمیدونم. خستتون نمی کنم؟ من خیلی هم لذت میبرم. چیزی هست که من نپرسیده باشم؟ درد دلی راجع به هر چیز، راجع به حرفه ما، راجع به هر چیزی که فکر میکنید دوست داشته باشید بگید. خاطرات. از اینجا بگید. من خاطرهایی دارم از مرحوم پدرم. من هر کی میاد میگم مرحومه، چون دیگه همه رفتن. پدر من خونش اختیاریه بود. بله. خونه من جاله. یه روز صبح دیدم که تلفن زنگ زد. آره بابا زنگ زد که جلال. گفتم بله. بیکاری؟ گفتم بله. فرمایشی داشتی؟ من خواستم یه نوک پای پاشی بیای خانه ما، کار دارم باید. همدانی بودن. خب آره. بعد خب نوک پا بیا از کجا؟ از اختیاری برم میدون جاله. گفتم چشم. نوک پا میام. رفتم خونه دیدم که بابا برخلاف همیشه کلاه شاپوی گذاشته چیک، شست و رفته. گفتم چیکار داری بابا؟ خبر نداری اسکناس های 10 تومنی عوض شده؟ گفتم چرا؟ ای میخوام برم این اسکناس ها پولامه که تو بانکه بدم عوض کنن. گفتیم بفرمایید. از بعد میرفتم میدون جاله، این ور بانک میدون شهدای علم. پاشدیم با بابا رفتیم تا میدون جاله، دیدیم بانک ملی اونجا صف از توی در واقع خود بانک کشیده شده تا یک ایستگاه پایین تر از میدون جاله، خیلی جمعیت. گفتم خب آقا جان خیلی طول میکشه. چی بکنم؟ به درک طول میکشه، بیالم پولان بره. وای میستیم تو صف. وایستادم 2 ساعت تمام طول کشید تا من رسیدم پشت گیشه. گفتش که پولای من همه تا دینار آخرش بدین. به متصدی بانک مثل که الان دوزیده. یارو رفت و اسکناس که آورد برای آقا جون 5 تومنی بود. یه دست 5 تومنی، یه دست هم 10 تومنی. گفت این پول. بعدم گفت بابا اگه میخوای حالا حساب تو ببندی نبند، بذار بمونه بهتره. تا او دینار آخرش ازتان میگیرم. خیال کردین از دهکوره آمدم پولمه بدین. حالا من موسدی هم اصرار داشتم که تو بذار باشه. بالاخره پولش آوردم، منتها 3 تا دسته 5 تومنی آوردم، 10 تومنی بهش ندادم. دیدم شروع کرد ورق زدن، نمیشمرد پشت سر یا تو صف، یا اعتراض کردن که بابا ما 2 ساعت تو صف وایستادیم، این پول تو بعد برو اون ور اونجا بشمر، یه دانش کم باشه تو میدی. بالاخره همه مرسی پولا رو همه رو شمرد و تق کوبید و میز، تا دینار آخرش به حساب بریزین.
گفتن خب تو که متصدیا گفتن آخه تو چرا پس تو این همه زحمت پولو گرفتی حالا بریزیم به حساب. خواستم اینم ده تومنی باطله تو پولام نباشه. بالاخره پولا رو بخواب تو سیستم بانکی. آره خوابون رو خوش اومدی. خستتون نمی کنم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. یه سوالی که از همه می پرسم، احساس خوشبختی دارین عمیقا؟ شدیدن خدا رو شد شدیدن واقعا خوشبختم، چون الحمدلله بچه های سالم، خانواده سالم، زیادم محتاج نیستیم، زیادم مادی نیستیم، زندگیمون رو با خیر و خوشی و سلامت خانواده به خوشی میگذرونیم. خدا رو شکر. قبل از اینکه من بپرسم شما به موزه دور همی ما چه میدین، من یک هدیه به شما میدم. این اولین نامه ایه که دخترتون براتون نوشته. بله. بخونم؟ بخونید. یه ماشینم پایینش کشیدن، مثلا 6-7 ساله بودن شاید. سال 72. بله 7 سال 6 سالش. نوشتن سلام بر پدر خوب و عزیزم. پدر عزیزم خوشا به حالت که سوار هواپیما شدی، چلو کباب خوردی، آن چلو کباب هم مجانی بود و خوشا به حالت. این نامش. من دائما ماموریت بودم، رفت بودم چی میگیم آذربایجان، ارومیه. بعد ارومیه بعد تلفن زدن که چطور حالت خوبه، گفتم بله. نهار چی خوردی؟ گفتم چلو کباب. خوش به حال خانم گفت، خوش به حال. این شنیده بود اولا با هواپیما رفته، خوش به حالت. بله بعدم چلو کباب هواپیما رفتی، خوش به حالت، چلو کباب خوردی، اونم مجانی. این خاطره مونده. بله خودش داده به شما. بله به موزه ما چه لطف میکنی؟ من هر زیاد فکر کردم برای این موزه. اجازه بدید شاید بچه ها بتونن یکی بیارنش. بله حتما. بله تا بیارن من آقای سمندون رو گیریم میکردم. دستای کوچولوی انقدی داشت خدا بیامرز، اینو دست رو آوردم من قالب گرفتم. آخه رشید اصلانی بود. رشید اصلانی قد خیلی کوچیکی داشت، دستاش عین توپ بود، نمیتونست دستگیری در رو باز کنه، اینجوری میچرخوند. قدش هم 60 سانت. شهست سانت فوت کرده، پشت سر مرده، خوب نیست حرف بزن. شکمش اینقدر بود مثل الان من، اینقدر شکم بود، اینقدر قد. و مرد بسیار بزرگ و شخصیت والایی بود. خب از این دست قالب گرفتم. دم هیچی بهتر از این نیست که من اولا آثاری از کارهای خودم بیارم. این بود که دست کوچیک اصلانی رو قالب گرفتم و ساختم و تجدید شد. یعنی رنگاش رفته بود از سال 72 73 تا حالا دیگه ترک خورده بود. اینو دادم بهنام پسر کوچیکم، گفتم اینو قالب مجدد بگیر، که یکیش اون آوردم. یه 5 تا کتابم به نام تهران قدیم. بله 5 جلد کتاب هست که این کتابا عصای دست ما گیریم و راست. مثلا مرد شورا چجور لباسی داشتن، کفندوزا چی بودن، تهران قدیم همه اینا رو به هر حال. خیلی ممنون. خیلی با ارزشه. خیلی متشکرم. خیلی با ارزشه. خیلی ممنونم. کتاباشو کتابا هم بله اونجاست که دیگه فقط گفتیم این رو ببینیم و نشان بدیم. آخه این واقعا دست رشیده. بله. آخه آخه خیلی زیبا. خیلی ممنونم. خیلی با ارزشه. خیلی متشکرم. این خدمت شما. نامه من آرزوی اول سلامتی دارم براتون. مرسی. اینکه سالهای سال همینطور درخشان سایتون بر سر همه ما باشه.
و بهترین آرزوها رو براتون دارم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. مرسی. آرزوی سلامتی، سعادت، عزت براتون دارم و روز به روز موفق تر در جامعه و زندگی باشید. خیلی متشکرم. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.